با سلام مجدد به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، بخش دوم برنامه رویدادهای امروز دوشنبه 22 خرداد 1402 رو با من میثم عتیق و سایر دست‌اندرکاران هستید. نگاهی میندازیم به صفحه چند خبر مهم. جمعی از خانواده‌های بیماران هموفیلی در اعتراض به گرانی و کمبود داروهای مورد مصرفی فرزندانشان امروز دوشنبه روبروی سازمان غذا و دارو در تهران تجمع کردند. 6 شهروند اهل سرابله به نام‌های مهرداد قیصر بیگی، ایوب گراوند، یونس گراوند، نوید محمد نژاد، محمد تهماسبی و حامد رحمانی روز گذشته یکشنبه 21 خرداد توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی ربوده شدند. اما کمال لطفی پدر دادخواه اهل دهگلان که فرزند او رضا لطفی از جان باختگان انقلاب زن زندگی آزادی هست، امروز دوشنبه 26 امین روز اعتصاب غذای خودش در زندان کامیاران رو پشت سر گذاشت. تداوم بی‌حجابی سراسری و کمپین تابستان سخت. تصویر زن شجاع در مشهد که او از روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. تصویری که روی تیشرتش نوشته شده ما را از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم. و خبر آخر این که مجلس اسلامی طرح مربوط به کنترل دستوری اجاره خانه ها را به تصویر رساند. طرح کنترل دستوری اجاره خانه ها در مجلس اسلامی تصویب شد. این خبری هست که در بسیاری از رسانه های داخل و خارج کشور امروز دوشنبه منعکس شده. اما داستان این خبر از چه قراره؟ ظرف هفته گذشته طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی جهت بررسی به مجلس اسلامی سپرده شده بود که نهایتاً امروز دوشنبه به تصویب رسید بعد از حدود یک هفته بررسی. یکی از جنجالی ترین مفاد طرح پیشنهاد شده که بند 9 هست و موسوم شده به بند کنترل دستوری اجاره بها. مطابق این بند وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی مکلف شده با همکاری وزارت کشور، شهرداری ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همینطور سازمان ثبت اسناد و املاک و همینطور سازمان امور مالیاتی یک بازه مینیمم و ماکسیمم از قیمت اجاره خونه ها رو بر اساس پارامترهای مختلفی که وجود داره منظمن محاسبه کنه، به طوری که نتیجهش این باشه مردم خرید و فروش مسکن رو و حتی اجاره اون رو در قالب نرخ‌هایی انجام بدن که دولت از قبل حساب کرده. در طرح تصویب شده مجلس اسلامی حتی تعیین شده که در صورت تخلف مؤجرها یا صاحبین املاک از قیمت‌های تعیین شده دولتی، بانک مرکزی هم باید اونا رو جریمه کنه. اما داستان واقعی این طرح از چه خبر، از چه قرار است؟ جمهوری اسلامی دنبال چی هست؟ آیا واقعا قصد داره که از حقوق مصرف کنندگان و حقوق مستاجرها دفاع کنه یا چیز دیگه ای در پیش است؟ برای گفتگو در رابطه با این موضوع دعوت کردیم از شهلا دانشفر، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. شهلا دانشفر، بذاری از این سوال شروع کنیم. تصویب طرحی برای ساماندهی قیمت اجاره مسکن و تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت ها به نفع مستاجرها، داستان از چه قراره؟ میخوام نظر شما رو بدونم. جمهوری اسلامی با تصویب این طرح چه اهدافی رو داره دنبال میکنه؟ بله، سلام میکنم به شما و بینندگان گرامی. خب این طرح حقیقتا پوچه. جمهوری اسلامی کنترل قیمت ها رو برای اجناس مختلف اعلام کرد، کنارش بازار احتکار رو افتاد. تو یه شعار کف خیابونی اینه کو کنترل، کو مهار قیمت ها،
کوماهار تورم رئیس دروغو بازنشسته و این شعار میگن. مسکن هم همینجوره. چرا این طرح مطرح میشه؟ برای اینکه مسکن یک فاجعه شده، گورخوابی، دیوارخوابی، کرایه پشت بام ها و همه جور رو شما شنیدید تو این، با موج حاشیه نشینی که تو ایران هستش. و جمهوری اسلامی با این کار نمیاد که ما توی حکومت اسلامی با سلاطین مسکن رو برویم، کسانی رو برویم که 2500 خانه دارن و کسانی رو برویم که مافیای مسکن رو به راه انداختن. و این طرح باز هم دامنگیر اون بخشی از مردمی میشه که حتی ما در میان کسایی که خونه اجاره میدن کسانی رو میبینیم که گوشه‌ای از منزلشون اجاره میدن برای اینکه کمک هزینه براشون باشه، کسانی رو میبینیم که حتی به خاطر اجاره های بالا، هزینه های سنگین زندگی، خونه ای رو که داشتن اجاره میدن و میرن رهاشی نشینی، خودشون میرن یه بیغوله میگیرن که از پول اون بتونن پول بخشی از اجاره اتاق کوچکتر رو بپردازن. یعنی داستان مهاجران، اجاره دهندگان بخشی از همون فاجعه مسکنه. ما جمهوری اسلامی میخواد کنترل بذاره رو قیمت مسکن، رو قیمت اجاره ها. ببینید در تهران به طور مشخص در حد متوسط در منطقه مثل مثلا میدان انقلاب، همین روز گذشته یکی از دوستان میگفت که خونه ای رو میخواستن اجاره کنن که 500 میلیون رهن باید میپرداختن. یه خونه 55 متری، یه خونه بسیار کوچک. و این وقتی میگن رهن یعنی 300 میلیون رو نگه میدارن، 200 میلیون رو بابت اجاره ماهی 300 میلیونی، 3 میلیونی ماهی، 3 میلیونی صابونه حساب میکنه که ماهی 3 میلیون باید کارگر بده، اون صاب کسی که اجاره کرده بده. و اگر از کارش بیکار شد، اگر اخراج شد، اگر نتونست بده اون 300 میلیونی که گذاشته برای خونه، اون دیگه صابونه اونو میتونه برداره. و به این ترتیب خب خیلی از کارگران با توجه به عدم ثبات شغلی، بیکارسازی ها، اخراج ها، خود بیکاری، کارهای موقت، با توجه به اینها میبینید که همون اندوخته هاش رو هی روز بروز از دست میده و هی حاشیه نشینی، هی حاشیه، حاشیه نشینی. و این وضعیت جامعه است، کدوم کنترل؟ قیمت ها چندین به همین الان قیمت سنرخ شدن بنزین شهرها دانشور به این موضوع میپردازیم که این چقدر میتونه عملی بشه، مردم این رو نمیپذیرن. به این موضوع میپردازیم چقدر میتونه عملی بشه، چه تأثیر روی زندگی مردم خواهد داشت در صورت عملی شدن. اما قبل از اون برای اینکه بدونیم جمهوری اسلامی و ما در این برنامه راجع به چه بازاری داریم صحبت میکنیم، بازار مسکن با چه وضعیت آشفته‌ای، بهتر سری به شبکه های اجتماعی بزنیم و تصویری رو ببینیم که در هفته گذشته بسیار بسیار دست به دست شده در شبکه های اجتماعی. بدون هیچ شرحی به خوبی توضیح میده که بازار مسکن در ایران به چه صورت هست. اینقدر شرایط بحرانی هست، اینقدر اجاره بها و اجاره خونه ها افزایش پیدا کرده که شغل جدیدی به نوعی مرسوم شده، خصوصا در شهرهای بزرگ که برای بیرون کردن مستاجرها شرخری میکنن. تصویری که میبینین مربوط به یکی از آگهی‌هایی هست که در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته منتشر شده و جمهوری اسلامی قصد داره این بازاری که خودش خلق کرده رو حالا قیمت‌هاش رو کنترل کنه. اما برمیگردم به شما شهلا دانشور، شما تا حدودی اشاره کردید به میزانی که در رابطه با امکان پذیری عملی شدن این طرح کمی صحبت کردیم. بذارید یکم ارفاق قائل شیم و فرض بگیریم که جمهوری اسلامی میتونه توی میان مدت همچین طرحی رو توی بازار پیاده بکنه. در اون صورت این چه تأثیری میتونه روی زندگی مردم داشته باشه؟ ببینه حتی اگر کنترل کنه قیمت خونه که پایین نمیاد و الان قیمت خانه بخش عظیمی از درآمد مردم رو میبلعه. شما همین الان گفتم یه خونه 55 متری 3 میلیون در ماه و حقوق کارگر یعنی یک نصف همون
حقوق دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرده. و به این ترتیب شما ببینید حتی اگر این اتفاق بیفته، یعنی باز هم بدبختی و بیمعیشتی و وضع نابسامان زندگی مردم، کارگران، بخش عظیم از حقوق بگیران 99 درصدی های جامعه، این مسئله به علاوه این که این همطور که گفتم بیش از پیش مردم رو مقابل هم دیگه قرار میده، تفرقه ایجاد میکنه تو خود مردم. خیلی جاها حقیقتا ما با این صحنه روبرویم که خیلی از صابخونه ها ماها میبینن، همدردی رو میبینن به خصوص تو شرایط انقلاب، و کمک میکنن به مستاجر، کمک میکنن به کسی که اونجاست. و حالا شما میبینید که شغلی رو ایجاد کرده جمهوری اسلامی که مستاجر رو بیرون بیاندازن. همین داستان نشون میده که چه فاجعه‌ای، همین داستان نشون میده که این بخش دیگه از تعرضات معیشتی حکومت، همین داستان نشون میده که جمهوری اسلامی به جای اینکه جلوی سلاطین مسکن رو بگیره، به جای اینکه جلوی دزدی ها رو بگیره که نمیدونم مسکن مهر و مسکن انواع اقسام این مساکن رو که با چندر قاز پسنداز کارگر، معلم، بازنشسته قرار بوده ساخته بشه، چطور مردم رو دارن سر میدونن، چطور پولاشون رو بالا کشیدن و یک بخشی از دوزی های کلمن این حکومت. بنابراین همونطور که گفتم این مسئله پوچه و زیر فشار جامعه است، زیر فشار جامعه است که جمهوری اسلامی سعی میکنه با این چهره ظاهر بشه، اما اینا و دست اینا برای مردم رو شده، مردم میدونن. و از نظر ما همواره تاکید کردیم که اجاره یک خونه نباید بیشتر از یک دهم حقوق یک حقوق بگیر باشه، و امروز میبینیم چه خبره. و همین در کنار خاص افزایش حقوقا باید خاص مسکن جلو بیاد. پاسخ مردم به این تیکونه ترها جلو اومدن با خاص و مطالبات بر حقشون هست. شهلا دانشور، فرصتمون کوتاه هست، اما من یه سوال دیگه هم از شما دارم. شما اشاره کردید به مسئله احتمال افزایش قیمت بنزین. همونطور که تو چند ماه گذشته دیدیم زمزمه‌های بسیاری هست که دولت، به نظر میاد دولت جمهوری اسلامی، داره تلاش میکنه روی قیمت کالاهای اساسی که زندگی مردم به اون گره خورده، زندگی حداقلشون، سعی میکنه اونها چنبره بندازه. بنزین طرحهایی براش دارن برای افزایش قیمتش. از طرف دیگه مسکن رو الان داریم صحبت میکنیم، مسئله برق است، مواد خوراکی هست، و دولت وارد همه اینا شده. حتی نون رو هم به نوعی یه ستاد درست کردن براش، که یه نهاد درست کردن که کنترل قیمت نون انجام بدن. ورای کلیه این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم، شما فکر کنین این اوضاع به چه سمتی میره؟ جمهوری اسلامی چرا داره سعی میکنه این بازار رو تو این شرایط اینجوری قبضه کنه، حداقل اینجوری که از شواهد و قرائن به نظر میرسه؟ ببینید مسئله اصلی همینه، جمهوری اسلامی میخواد بنزین رو گرون کنه، و گرون کردن بنزین یعنی گرون شدن اقلام بزرگ معیشتی مردم. جمهوری اسلامی تجربه 98 رو داره که دیدیم خیزش مردمی بپا شد علیه گرونی ها، و اون وقت با کنترل قیمت در مسکن، کنترل قیمت نان، کنترل فلان، با اینها میخواد زمینه سازی کنه برای اون بالا بردن قیمت ها. و مردم دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن داستان از چه قراره. و همطور که گفتم وقتی که قیمت بنزین گرون میشه، قیمت اجناس ضروری و کالاهای اساسی گرون میشه، اقتصاد چنین در داغون و در هم ریخته است، کنترل چی؟ بیشتر احتکار رو دامن میزنه، به واسطه ایجاد میکنه، دستای میانی ایجاد میکنه برای اینکه بتونه مسکن رو از این دست به اون دست بکنه، و بیشتر گرونی با خودش داره. و کل این سیستم یه سیستم اساسش رو رانتخاری و دزدی و چپاول هستش. و همینطوری به نظر من اینها همه به هم ربط داره، و ربط مستقیمش به اقتصاد در هم ریخته حکومت. این حکومت در سراشیبی سقوط، زیر فشار انقلاب مردم، زیر فشار اعتراضات مردم، مردمی که میگن فقر، گرانی، میریم تو سرنگونی، و به همین دلیل میخواد برای خودش فرجه بخره.
و اینها آتشی میزنه بر خشم و اعتراض مردم، اعتراضات گسترده تر، تجمعات گسترده، چطور که میبینیم الان بازنشستگان هر روزه در خیابانن علیه فقر و گرانی و بخش های مختلف جامعه همینجور. و ما داریم به این طرف میگیم که جامعه با تجمعات سراسرش، با اعتراضاتش داره سفارایی میکنه مقابل تعرضات معیشتی حکومت. با تشکر از شما شهلا دانشور، دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران. متشکرم. بینندگان گرامی، به پایان مجموع برنامه رویدادهای امروز دوشنبه رسیدیم. امیدوارم دو موضوعی که به بحث گذاشتیم مورد توجه شما واقع شده باشه. همچنان همراه تلویزیون کانال جدید باقی بمانی تا دقایقی دیگر با شما خواهیم بود با برنامه پخش زنده مربوط به آخرین رویدادهای انقلاب زن، زندگی آزاد.